مسیرین در ادامه سفر کشتی سفاریمون به شمال ترین نقطه سفر یعنی شهر مولده در نروژ. همطوری که میبینید الان دیگه رسیدیم به شهر مولده و دیگه کشتی ما نگه داشته اون سمت هم جزیره های کوچک دیگر نروژ رو مشاهده میکنید که از اینجا قابل دیدن هست. با ما همراه باشید که قراره با هم با شهر مولده نروژ آشنا شید. همطور که میبینید ما الان از کشتی اومدیم بیرون و در بندر مولده هستیم در تقریبا شمال نروژ. با ما همراه باشید که قراره با هم با این شهر آشنا بشید. در مولده هستیم در نروژ. پشت سر من اون فره رو مشاهده میکنید که روی آب در حال حرکته که برای جابجایی ماشین ها ازش استفاده میشه و ماشین ها و آدم ها و ماشین ها میرن اونجا پارک میکنن روی این فره و از این ور آب به اون ور آب جا به جاشون میکنن واسه اینکه خب یه ماشین ها نمیتونن رو آب شنا کنن با این کشتی میتونن روی آب جا به جا بچن و بعد راننده ها از اون ور جزیره بعدی مثلا به راهشون ادامه بدن. ما در مولده هستیم میریم با هم به مرکز شهر به مرکز این شهر سری بزنیم. با ما همراه باشید تا بیشتر با مولده آشنا بشید. در مرکز شهر مولده هستیم. پشت سر من شهرداری شهر مولده رو مشاهده میکنیم در میدون راتبوس لکس. اسمش هست میگون مولده راتبوس به قول خود نروژیا که شهرداری نروژ هستش. در جلوش هم یک مجسمه یک دختره که هستش که یک در بکر گل روز در دستش نماد شهر مولده هم همین هستش. از میشه اسمش شهر روز ها که پیشتاد در روزن که در زمان های قدیل اول قرن شیستم این نام رو به این شهر گذاشتن و انگلیسی ها هم تو مدلاتشون با من رو سیتی آف روزن از این شهر نام بردن که با همین اینه که اینجا نماد این شهر رو هم اومدن روز ها گذاشتن. اینجا هم پشت سر من هم بندر مولده رو مشاهده میکنید که از اینجا هم از این میدون مرکزی شهر هم یک ویو زیبایی به دریای شمال داره و در این سمت دیگر هم که ساعتش رو اون بالا مشاهده میکنید کلیسای مرکزی شهر مولده هستش. همون دوم شیفته به قول خودشون که در قرن بیستم میلادی در حفظ قرن بیستم میلادی ساخته شده. حالا به این مکان چهار تا کلیسا ساخته شده که سه تا قبلشون همه شون به اثر آتش سوزی از بین رفتن و این چهارمین کلیسایی که در این نقطه ساخته شده و تا امروزه همچنان وجود داره و میشه ازش استفاده کنید. در ادامه گردشمون در شهر مولده نروژ اومدیم به این قسمت دیگه شهر یعنی ورزشگاه تیم مولده که همطور که می‌بینید پشت سر من می‌بینید اکه اشتادیان ورزشگاه تیم فوتبال مولده هستش که تقریبا 11800 تا نفر ظرفیت داره و میتونن بیان مسابقات تیمش این شهر رو تماشا کنن که خود در من می‌بینید با ویوی زیبایی که به دریای شمال داره این ورزشگاه رو خاص کرده و در کنار آب این ورزشگاه ساخته شده. این ورزشگاه در آپریل 1998 افتتاح شده و از اون موقع ورزشگاه میزبانی بازی های خانگی مولده هستش که لوگوی مولده را هم میتونید دم ورزشگاه مشاهده کنید. مولده فوتبال کلاب که اینجا میزبانی میکنه و شاید یکی از مشروط این بازی کنه که مولده تا حالا به خودش دیده هم بشناسید. ایرلینگ هالند مهاجم کنونی منچستر سیتی در این باشگاه اجرای به فوتبال اروپا معرفی شده و بعدش از مولده به سالزبورگ اتریش رفت و بعد از اتریش هم به دورتموند آلمان و بعدش هم که خب الان در منچستر سیتی بازی میکنه. اول در مولده اجرای به فوتبال اروپا معرفی شد و این در آکر استادیون در مولده نروژ است. دوستان شروع کنند من
تو ویدیو هم نگم که پشت سر من فلان چیزو مشاهده میکنید، ولی خب چون من میشه پشت سر من اتفاق بیفته بازم میگم پشت سر من کشتی ما رو مشاهده میکنید که از اونجا ما اومدیم و الان در کنار بندر مولده هستیم و کل مسیر رو طی کردیم و الان رسیدیم به آکه استادیون در این سمت مولده. همینطوری که در این سمت دوربین مشاهده کنید که دفعه پشت سر من نیست، در سمت راست من هستش، ورزشگاه آکه استادیون رو مشاهده میکنید و ما همچنان داریم در مولده قدم میزنیم و با مولده آشنا میشیم و این هم فعلا از این رسیم. در تصویر یکی دیگه از سازه‌های مشهور شهر مولده رو مشاهده میکنید که اسمش از سکاندیک سایلت هتل، که خب یه هتل هستش که مردم میتونن اتاق رزرو کنن و شب رو در اونجا سپری کنن، ولی خب سازه‌اش یکی از سازه‌های مشهور نروژ و مولده هستش. همونطوری که میبینید این هتل بخشش حتی روی آب قرار داره، پایه‌هاش در آب هستش و رو آب ساخته شده در واقع، و واسه همونه که نمایش رو و ساختمونش رو شبیه بادبان کشتی درست کردن که حس و حال رو آب بودن هم داشته باشه، انگار که سوار یک کشتی شدی و سازش شبیه بادبان کشتی هست. و هم دیگه میبینید حتی بادباناش هم وصله به اون ستونی که در واقع بادبان بهش بسته است. یکی از پدیده‌های طبیعی که مردم رو به نروژ میکشونه برای دیدنش فیوردها هستن که میتونید مشاهده بکنید که بین کوه‌ها آب جاری شده و حتی حالا الان هوا ابری است، خاطر بیشتر وقت در نروژ هوا ابری است که بارنده کی وجود داره، ولی خب الان شاید یکم بتونید مشاهده کنید که نوک کوه‌ها هم یخی هستش و خب در زمان‌های قدیم که در نروژ یخبندان بوده همه این سطح‌ها یخ بوده و خب فیوردها رو فقط میشه در نقاطی دید که قبلاً ها یخچال‌ها وجود داشتن و خب الان هم هرچ به خود به شمال بریم حتی هنوز هم یخچال‌ها در نقاط شمالی‌تر نروژ وجود دارن و این پدیده طبیعی به خاطر همین یخچال‌هاست که به وجود اومده و خب واسه همین نکه خب در دنیا همه جا این پدیده وجود نداره، مردم زیادی هر سال به نروژ میان و نروژ یکی از اون کشورهایی که بیشترین فیوردها رو داره و خب کشورهای اسکاندیناوی دارن و چند تا کشور دیگه بیشتر نیستن، واسه همون این پدیده طبیعی نروژ رو هر سال پر از توریست میکنه و مردم میان به این قسمت کشور تا فیوردها رو از نزدیک تماشا کنن. این بود گردش ما در شهر مولده نروژ، امیدوارم که لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید کامنت بذارید، لایک کنید و سابسکرایب کنید و ما رو به صورت معرفی کنید. ما میریم که برگردیم سوار کشتی بشیم تا به سمت مقصد بعدی حرکت کنیم. با ما همراه باشید و anyway سابسکرایب بنویسید. داریم خدافزی میکنیم و به سمت شهر بعدی میریم. فعلا خدافز مولده. ورزشگاه آکه استادیون رو مشاهده میکنید از نمای بالا، ورزشگاه تیم فوتبال مولده که اگه ویدیو ما دنبال کرده باشید و شاید ندیدتر
شاهدش بودیم. بعد اون بر هم سکاندیک سایلت هتل که شبیه کشت بادبانی هستش رو هم میشه از اینجا مشاهده کرد. ما داریم مولده رو به سمت مقصد بعدی مون در نروژ تگ میکنیم. فعلا از مولده خدافظی میکنیم تا به مقصد بعدی برسیم. با ما همراه باشید که قراره با هم نروژ رو از دریچه لنز بینی تماشا کنیم.